سرخط اخبار: کشته شدن مصطفی احمدی، جوان خوش سیما و خوش قامتی که در انفجار دیروز در مسجد وزیر اکبر خان به ابدیت پیوست. ادامه درگیری ها و تظاهرات در شهرهای ایران به خاطر مرگ مهسا امینی. و در اخیر نامه سرگشاده فرهاد دریا به رئیس جمهور تاجیکستان. مشروع اخبار: در پی حادثه خونین دیروز که در مقابل درب مسجد وزیر اکبر خان اتفاق افتاد، تعداد از نمازگزاران که به خاطر ادای نماز جمعه اشتراک کرده بودند به شهادت رسیدند که در این میان مصطفی احمدی نیز در جمع کشته شدگان است. گفته می شود این انفجار اولی ساعت 2 پس از چاشت روز جمعه یک میزان در بین نمازگزاران رخ داده است. این انفجار زمان رخ داده که نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه در حال خروج از مسجد بودند. تصاویر منتشر شده از محل ازدحام در سایه انفجار را نشان می‌دهد. از سوی دیگر خیابان‌های تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران طی روزهای اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی بود. افرادی که در اعتراض به بازداشت و جان باختن مشکوک مهسا امینی از سوی پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی یا همان گشت ارشاد به خیابان‌ها ریختند و صدای اعتراضشان کیلومترها دورتر از ایران جهانی شد. ایران در گذشته نیز گواهی اعتراض‌های گسترده مردمی بوده و پس از اعتراض‌های مشهور به کوی دانشگاه در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین این کشور، مردم بعد از انتخابات جنجالی سال 1388 خورشیدی و افزایش قیمت مواد سوخت به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند. تفاوت اساسی اعتراض به مرگ مشکوک مهسا امینی با دوره های گذشته، واکنش های گسترده جهانی و حمایت کم سابقه مقام های ارشد سیاسی و شخصیت های مشهور جهان از آن است. گفته می شود طی روزهای اخیر در کنار شخصیت های مشهور ایران، ده ها شخصیت مشهور جهانی نیز از این اعتراض ها حمایت کردند. از سوی دیگر فرهاد دریا، هنرمند افغانستان، در نامه سرگشاده به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که خبر اخراج پناهجویان افغانستان از تاجیکستان تکان دهنده است و در مورد این تصمیم تجدید نظر شود. آقای دریا جمعه شب اول میزان با نشر این نامه در برگه فیسبوک خود نوشته است: شوربختانه امروز یکی از فصلهای تلخ تاریخ معاصر افغانستان برای دومین بار تکرار می شود. او خاطر نشان کرده است در چنین وضعیت اسف‌انگیز، خبر این که شما مهاجرین افغان را از خاک مهمان پرور تاجیکستان اخراج می کنید برای من و مردم افغانستان تکان دهنده و غیر قابل باور بوده است.